در هر حال وقتی آقای محمد جواد لاریجانی این حرف رو میزنه صدها سند بر خلافش گواهی میکنه، اینا رو میز گزارشگر سازمان ملل. اون به سند نگاه میکنه، میگه آقا این حرفی که این آقای محمد جواد لاریجانی میزنه دوزار ارزش نداره، میخواد مالکشی کنه. کسی دنبال توطئه نیست، ایشون داره توطئه میکنه، مردم دارن زندگیشونو میکنن. اینها به بهانه های واهی میخوان مردم رو سرکوب بکنن و جزء برچسب های نخ نما شده ای که مورد استفاده قرار میدن، ارتباط با خارج و جاسوس و این حرف هاست. اینا ولی اعتبار نداره. گوشه حامیان حقوق بشر در سطح بین‌المللی پر از این حرف هاست. به همین دلیل این همه خرج میکنین، بلند میشین میرین نیویورک، بلند میشین میرین این ور اون ور، تا میرین میشین این سر میز میگین سلام، اون آقا به شما میگه آقا شما چرا با مردمتون اینجوری میکنین؟ بعد اول رویه خودتون در داخل کشورتون عوض بکنین تا ما اصلا با شما جواب سلامتون رو بخواییم بدین. حالا هی بیان کنار ما بایستین عکس بگیرین، فایده نداره. استفاده از زور و خشونت ایجاد رسوایی میکنه، به خصوص در برابر جماعت خشونت پرهیز. درویش ها خشونت پرهیزن، درویش ها مسالمت جوان، درویش ها صلح طلبن، با کسی هم سر جنگ و ستیزه ندارن، اهل دشمنی با کسی نیستن. اما اگر کسی باهاشون دشمنی کنه، اینها بر سر اصول مرامشون که اسلام قرآنیه میستن و زانوی تسلیم به زمین نمیزن. دست از مرامشون که اسلام قرآنیه نمیکشن. این مدت دیگه به شما و به همه دنیا ثابت شده. جان گرامی رو میزنن در طبق اخلاص در کف دستشون، وصیت نامه شون هم می نویسن، میگن ما دست از جان می شوییم اما دست از اعتقاد به اسلام و به قرآن نمی کشیم. حالا بگرد تا بگردی، تو چی می خوای از من بگیری؟ می خوای جونم رو بگیری؟ بفرمایی جون من کف دستم. اما من چی از تو می گیرم؟ مشروعیت تو. و تشت رسوایی عدم مشروعیتت رو از بام آسمون میندازم زمین. حالا بگرد تا بگردی. من دلبسته جانم نیستم، اما دلبسته ارزش‌هایم که از مکتبم یعنی قرآن مجید آموختم و پاش ایستادم. حالا بگرد تا بگردی. اینجوریه که مردم میبینن قضاوت میکنن، میگن اینا جوان مردن، میگن اینا نون به نرخ روز نمیخورن، میگن اینا جیر مواجبی نیستن، میگن اینا ساندویچ و ساندیسی نیستن. اینها پیرو مکتب هستن، مکتب حسین ابن علی علیه السلام، مکتب حمزه فرزند عبدالمطلب سید الشهدا، مکتب صحابه وفادار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مکتب امیر مؤمنان سالار جوان مردان علی علیه السلام.
و پاش ایستادن. پس اینها رو شما از سرکوبتون نترسونی، از چماقتون نترسونی، از آزرد خاطره، از آزرد خاطر کردنشون بپرهیزی، چون مشروعیتتون برباد میره. این قانون عمل و عکس العمل. دست از این برچسب زنی های نخنما شده هم بکشید.